قسمت 149 اول ورزش. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به همه تندرستی و سلامتی بده. الهی آمین. آقا فرهنگ پاشو، نزدیک آفتاب بزنه ها، پاشو نمازتو بخون. اگه گذاشتین یه روز جمعه بخوابیم چیشته؟ چرا مش میکنه روی این بیچاره؟ خراب میشه. خودت تنظیمش کردی هر روز صبح موقع زنگ بزنه. پاشو فرهنگ پاشو، مگه دیشب نگفتی میری حلیم بخری ببریم خونه خواهرم اینا؟ حالا من داغ بودم، یه چیزی گفتم دیشب، الان پشیمون شدم، میخوام بخوابم. نمیشه، من همون دیشب زنگ زدم به خواهرم گفتم که آمادگی داشته باشن. نمیشه همینجور ناغافل صبح زود در خونهشون رو بزنیم بیدارشون کنیم که. خانم پس اصل غافلگیری چی میشه؟ نگران نباش، گفتم به بقیه چیزی نگه. بلند شو دیگه، بلند شو آقا فرهنگ، نمازتو بخون، حلیم تموم میشه. بابا خیلی خوب بابا، رفتم. با کجا بزنم زنگو؟ آژانس هواپیماییه؟ ببخشید مثل اینکه زنگو اشتباه زدم. بابا فرهنگ شمایی؟ هریا توی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ نمیخواد، من دیگه تو نمیام، همینجا منتظرم. زود بیام بیرون تا حلیم سرد نشده ها. میخوایم بریم مهندس اینا رو غافلگیر کنیم. الان همشون حتما تو خواب نازن. زلوم پشت در بودید شما. بریم دیگه، چرا وایسادی؟ هنوز خواب از سرت نپرید آقا فرهنگ؟ یه نگاه سر خیابون بنداز، ببین مردم چه سر حال دارن، تو پارک ورزش میکنن. نگاه کن اینا تو پارک چه کار میکنن این موقعی صبح؟ نکنه نمیدونن جمعه صبح میتونن بیشتر بخوابن. همین دیگه، فکر میکنی خودت کار درستی میکنی که ورزش نمیکنی؟ بیا بریم دیگه بابا. بابا راست میگی، یکم ورزش کنی. ای بابا ورزش بکنم که چی؟ تناسب اندامم به هم میخوره. به به سلام، شب بخیر، خوش اومدی، بفرمایین تو. سلام. سلام سلام سلام. پس چرا معطلین؟ آخ آخ آخ، خواشم نبود، حیرون تیپم شدی نه؟ اینا همه بیدارن که. سلام بر همگی، باشگاه ورزشی اینجا. سلام، خوش اومدین، بیاین تو که خوب موقعی رسیدین، وقت ورزشه. سلام. سلام به همگی. صبح خیلی سلام. با جناب ما رو باش. خب دیگه ورزش تعطیله، حالا وقت حلیمه، بیاین ببینین چی گرفتم. چی 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 چی؟ به به. به به، چه عطری داره، غافلگیرمون کردی آقا فرهنگ. چقدر من حواس حلیم کرده بودم این چند روز، دستتون درد نکنه. خیلی خوب. بیان که کله سهر از خواب زدم، رفتم تو صف حلیم، سرد بشه حیفه، بدو این. عجله نکن آقا فرهنگ، قابلمه رو میذاریم روی گاج گرم میمونه. خب چه کاری آخه، همین الان که گرمه میخوریمش. آخه وسط ورزش که نمیشه مادر جون. خب ورزشتون رو دو تیکه کنین، نصفش قبل حلیم، نصفش بعد حلیم. همین کاری که من با خواب صبح جمعه کردم، حلیم رو بزنم میرم تو کار خواب.
وا با شکم پر که ورزش نمی کنن. شما هم یه روز کمتر بخواب حالا. ای بابا، ای آقا جون کار کنم بشینی بابا. فعلا کار دارم. آقا فرهنگ، آقا فرهنگ، پاشو بریم تو، همه منتظرن، میخوایم صبونه بخوریم. اینا کجا رفتن؟ تمام شد مراسم تندرستی؟ بله، پاشو بیا بریم زشته. شانس آوردیم که من ورزش نکردم، وگرنه اشتها باز میشد همه حلیما رو میخوردم. ما حاضر بودیم نون پنیر بخوریم، شما ورزش کنی همه حلیما رو بخور. داشتیم آقا جون، یه جوری حرف میزنین که انگاری من هیچ وقت ورزشکار نبودم. مگه بودی؟ من که یادم نمیاد شما دو قدم دویده باشی تو این 10-12 سال. خب نبایدم یادت بیاد خانه، این که من میگم مال اون زمانیه که خارج بودم، زمان مجردی. حالا شما برو اون حلیمو ببین، اگه گرم شده بیار تا من واسه بقیه تعریف کنم. چه ورزشی میکردی عمو فرهنگ؟ همه چی عمو جون، 200، 200، 300، 400 متر، فرش طول، عرض، ارتفاع، از همه مهمتر کوهنوردی. وی چه کوهایی بوبو؟ من چه کوهایی؟ چه کوهایی؟ کوهایی که سرشون توی ابرا بود، پر از برف. سربارم که دیگه نگو، 100 درجه زیرسه. ولی من از این چیزا نمیترسیدم، از چیزات اسکیت رو برداشتم و زدم به کوه. با اسکیت رفتین از کوه بالا؟ آره دیگه، از همینایی که تو داری. واقعا؟ آره دیگه، بذار تعریف کنی، شما تنها یک کوه رفتین بالا؟ آره تک و تنها، چون هیچکی دیگه حاضر نبود پا به اون کوههای مخوف بذاره. تازه اونجا جونورای درندم داشت، ولی من شکستشون دادم. میدونی چرا؟ چون ورزش‌های دیگه هم بلد بودم، پرتاب وزنه، دیسک، فرش ارتفاع، بوکس، دو میدانی. تازه اون وقتا که وسیله نبود که، میخواستی از کوه بری بالا و برگردی یه ما طول میکشی. غذا چی میخوردی بابو جون؟ غذا؟ چیزه؟ حلیم، خانم گرم نشد این حلیم؟ نه هنوز. هی گفتم بیاین تا داغه بخوریمش، گوش نکردین دیگه. الان باید کلی معطل باشی با شکم گرسنه. وای برو، تموم نشد این بازیتون. میخواب این دست 10 تا گل به پریا بذارم تا دیگه بابات گل گل نکنه. فعلا این 4 تا گلی رو که خوردی جبران کن، 10 تا گل نمیخواد بزن. اون 10 تا رو که بهت میذارم، 6 تا گلم میفتم جلو. حالا ببین بسی دیگه، خسته نشدی از یه جا نشستن؟ پاشین بریم تو حیات بازی کنیم. چی چیه این حالا به هم خورد؟ تو حیات برو چی بریم؟ اینجا به این خوبی راحت نشستیم دیگه. این بحثم به بابای ورزشکارش رفته ها، همش میخواد بره تو حیات ورجه بورجه کنه. مگه بده؟ ورزش و تحرک سلامتی میاره. باشه ولی هر چیزی حدی داره دیگه. من جوانیام ورزشامو کردم، الان دیگه دلم میخواد استراحت کنم. بعد میگم آقا جوان چی بگم؟ آخه سلامتی، منم همینو میگم. سلامتی که فقط به ورزش کردن نیست، آدم باید به دلش هم برسه دیگه. مثلا همین خورد و خوراک خیلی مهمه تو سلامتی. الان پوریای من با این سندش به اندازه یه مرد غذا میخوره، ورزش کنه که همش میسوزه، پول منم حرام میشه. البته آقا فرهنگ شوخی میکنه، همه میدونن که تغذیه خوب کنار ورزشی که جسم آدمو سالم نگه میداره. تازه ورزش فقط برای سلامتی جسم مفید نیست که برای شادابی روح هم خوبه. بله. گول! آره برم به پریا گول بیزارم، همچی روحم شاد میشه. نه خیلی آقا جون، ورزش واقعی رو میگن، نه این بازی های علکی. بله. که میشینین جلوی تلویزیون تا شب تکون نخورین که اسمش ورزش نیست. بله. چرا ورزش نیست؟ نگاه کن چقدر این آدم رو میدوان تو زمین. اونا میدوان، تو چی؟ فکر نکنم 2 قدم هم بتونی دنبال توپ بدوی. ولی عوضش آقا فرهنگ خیلی فوتبالیست خوبیه. قربون محبتت مهندس. بابو بگی بله؟ بابو بگی شما با هم فوتبال بازی کردی تولو؟ نه ولی از هیکلش معلومه استعداد داره توی فوتبال. بابا مهندس دیگه خجالت زدمو میکنی. فوتبالیست باید لاغر باشه تا بتونه تود بدوی تو زمین. شما شکم بابامو نگاه کن آخه. کسی چه میدونه، شاید بتونه با همین شکم خوب بدوه. نمیدونم، تا حالا نیومده با بازی کنه. من اگه توپ بیفته زیر پام دیگه تا وقتی که گل نزنم کسی نمیتونه ازم بگیرتش. بهت نگفته بودم؟ مهندس میدونه. یعنی شما دریبل بلدی بذاری؟ دریبل؟ به دریبل که کاری نداره، برات برگردون میذارم در حد پله، تازه با یه پشتک اضافه. اوه پس چی؟
اصلا بیاین یه کاری بکنیم، یه مسابقه گل کوچیک ترتیب میدیم، من و دانا و مهسا و آقا فرهنگ و پریا و پوریا، چطوره؟ آره بابو بیا. امروز آدم مهمونم میخواد دعوت کنه از یه هفته قبل خبر میده. میخواین جمعه هفته بعد باشه که تیمان بتونن خوب تمرین بکنن. آهانه قبوله. بچه ها بیان اینجا ببینم، بودایید بیاید ببینم، پاشید. چی بابو؟ بگو. تمرین از همین حالا شروع میشه، باید برای هفته بعد حسابی آماده باشیم. نمیخوام جلوی باجناق اینا کم بیاریم، فهمیدین؟ یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. بابا باقیاش چی شد پس بابا؟ حالا فشار به خودت نیار آقا فرهنگ، خودت گفتی چند سال ورزش نکردی، کم کم شروع بکن. پریا پوریا دوبالم بیاین، میریم دور پارک سر خیابون بودیم تا گرم شیم، از این جلو بزنین خودتون میدونین. همین الان باید بریم، آخه بازمون همون تموم نشده. بله یه سال که وقت نداریم، یه هفته هست. دانا مواظب باش، کل نخوریم، مواظب باش.